سلام به همگی، خوش اومدین به یک روز دیگه و یک لایو دیگه. سلام روی ماه همگیتون، خوشحالم که اینجا حضور دارین. به کسانی که برای اولین بارشون هست که توی این صفحه اومدن رو اولین لایو دارن از من میبینن، خوش آمد بهتون میگم. امیدوارم که این صفحه خدمتش رو به شما بکنه. من همیشه اول لایوا میگم که قصد این هست که اگر آگاهی، درسی، خردی، نصیحتی، کمکی از این وسیله از من رد شده و به من کمک کرده، اونو میام اینجا توی شبکه‌های اجتماعی با بقیه قسمت میکنم. الان 7-8 ساله که من این کار رو دارم میکنم. لایف های قبلی من رو الان به صورت لایو، قبلا به صورت استوری بود، یه دوره به صورت کپشن بود، خیلی الان مدلش عوض شده، ولی فکر میکنم لایو الان چیزیه که خیلی همه باش ارتباط برقرار میکنن. لایف های قبلی من رو میتونید توی تلگرام من و توی یوتیوب من ببینید. لینک هر دوش توی بایوی پیج من هست. مرسی از عشقتون. سوالایی که میذارین این پایین رو میخونم، حتی اگه مرتبط باشه با حالا مرتبط باشه با موضوعی که دارم میام صحبت میکنیم، حتما به اونا هم اشاره میشه. ما این یک شنبه گرد همایی ماه فروردینمون رو داشتیم، جای خیلی خالی بود، خیلی سوال خوبی پرسیده شد، خیلی جمع خوبی بود. مانترا میکنیم، مدیتیشن میکنیم با هم دیگه، لایف کوچینگ داریم. خیلی چالش هایی که آدم ها ازش سوال میپرسن یاد میگیرن توی گرد همایی ها که به مقاومت پشت همگی گوش بدیم. رها کردن چقدر میتونه کمک کنه؟ چه جالب. حالا موضوعی که مخواستم روز در موردش صحبت کنم، در مورد شفاف سازی، در مورد تمیز کردن، صیقل دادن، در مورد اون هستش. و حالا این رها کردن خیلی قسمت بزرگی ازش میتونه باشه، حالا میگم چرا. بهترین مثالش هم مثال مسیر خودم هست تو زندگی، چون زیستش کردم. از خودم مثال بهتر الان نمیتونم پیدا کنم، شاید مثالی دیگه هم تو ذهنم بیاد. و این هم این هست که مسیری که ما یک هدفی رو براش انتخاب میکنیم، یک تصویری داریم که میخوایم اون تصویر رو زیست کنیم، در واقع حیاتش کنیم، که اسمش رو میذاریم آرزوها، هدف، و بالاخره تجربه تبدیل میشه. دلیلی که این انتخاب رو داریم این هست که این که میخوایم یک چیزی رو حس کنیم، به دنبال حس پشتش هستیم. دلیلی که یه آرزوی رو میخوایم، یه هدفی رو میخوایم، یه تلاشی داریم برای یه چیزی میکنیم، حسی که پشتش میخوایم تجربه کنیم، به دنبال اون حس هستیم. دو، اینی که از طریق اون وسیله، اون عمل، اون خدمتی که به دنیا میخوایم بکنیم، در واقع هدیه‌ای که هستیم رو باور داریم که می‌خوایم به این دنیا، رسالتمونه که هدیه‌ای که هستیم رو به این دنیا بدیم. کارمون اینه هدیه‌ای که هستیم رو به این دنیا خدمتش کنیم و بدیمش. دنبال اون حس پشتش و اون خدمت کردن هستیم. و خیلی ها چون دنیای تضاده، همه چیز از روی تضاد اتفاق می‌افته، درگیر ذهن، ایگو، منیت، ترس‌ها و افکار میشن. و این هدفی که برای خودشون انتخاب کردن، آرزویی که دارن در دل، اون چیزی که میخوان تجربهش کنن و اون حسای پشتش، به اون وابسته میشن و خودشون رو با اون تعریف میکنن. من حتی خیلی چیزایی مثل این میتونه بشه، من نقش یک مادر رو دارم و با مادر بودن خودم رو دارم، هویتم رو تعریف میکنم. وقتی فرزندم مثلا دیگه بزرگ میشه یا یه سنی میشه که خودش بخواد انتخاب بکنه، هنوز ولکن معامله نیستم که براش انتخاب میکنم، از سرش میترسم. وابسته شدم به این هویت، وابسته شدم به شکلی که دارم خودم رو تعریف میکنم. از این چیز این شکلی میتونه باشه، حالا تا شغلایی که انتخاب میکنیم، تا مهاجرتی که به خاطرش میکنیم، یا کاریری که داریم. و
اون وابستگی باعث میشه که قدرت عجیب رها بودن و رها کردن رو توی مسیر تمرین نکنیم و یاد نگیریم. به محض اینی که با اون هدفه، با اون آرزوه، با اون چیزی که در دل داریمون حسی یا اون خدمتی که میخواییم به دنیا، خودمون رو تعریف میکنیم و وابستگی فکری باهاش ایجاد میکنیم، دقیقا سوپر پاور، قدرت شگفت‌انگیز رها کردن رو کلن از یاد میبریم. اینا به موازات هم جلو میره. اینی که من میخوام حس اینی که بازیگر باشم، برم درسشو بخونم، بیام ترجمهش کنم، رو استیج سالها رفتم، تئاتر کار کردم، الان تو سینما هستم، تو فیلم هستم، به این مسیری که توش هستم بخوام با این جلو برم که حتما باید بشه، حتما به این فرمی که من فکر میکنم باید بشه، حتما به این شکلی که من توی ذهن تجسمش میکنم بشه، و اگر اینجوری نشه من هویتم از دست میدم، من استراب میگیرم، من استرس میگیرم، من ترس دارم، من نمیتونم، من بلد نیستم، من گم میشم، ناشناخته برام ترسناک میشه، آنون، همه چیز ناشناخته است. همه اینا اصلا از رها کردن این مسیر در صورتی اتفاق میفته که من باز بذارمش در این حالی که دارم برای یک حس تلاشی میکنم، تکونی میخورم، تجربه هایی در کنارش کسب میکنم، صبر رو تمرین میکنم، آدم های جدید توش آشنا میشم، در این حال رهاه، بازه، خودم باش تعریف نمیکنم، اصلا برام سوال نیست، اصلا که اون ارزشمندیه، اون عشق است، اون منبع است، اون خداوند است، اون هوش است، اصلا اونه. حالا میخوام تو این فرم با ایجاد شدگی این حس ها یک چیزهایی رو تجربه کنم، ولی به معنی نیست که من خودم رو باش تعریف میکنم. بله، اون عزیزی که نوشته بود آیا رها کردن توی مسیری که ما هدفی داریم بهمون خدمت میکنه، پا به پای هم میره جلو، پا به پای اینی که من هویتم رو با این هدفه تعریفش نمیکنم میره جلو، این گلوش رو باز میذاره، درگاش رو باز میذاره که چیزهای دیگه هم به زندگی من میاد. من اگه ما تصویری از برکت و تصویری که از فراوانی داریم خیلی محدوده از چیزی که در واقع هست، واقعا من رو احساساتی میکنه. تصویر ذهنی ما که این فراوانی، این برکت، این بیاد از جیب من که من وسیلش بشم، از من رد شه، خیلی کوچیکه، خیلی حقیره حتی از چیزی که هست، از چیزی که این هست. و فقط قدرت رها بودن و رها نگه داشتن این گلوگاه این هدفمونه که اجازه میده چیزهایی که اون اصل هست اونم در کنارش بیاد. شاید تصور من که گفتم مثالش خودم میزنم، تصور من وقتی که 17 سالم بود مهاجرت کردم از ایران اومدم بیرون، میگم که میخوام برم امتحان کنم، واقعا هم همینو میگفتم، میخوام برم امتحان کنم که ببینم چی میشه. آیا تصورم این بود که من یه روز سیتیزن آمریکایی میشم و توی یکی از بزرگترین شبکه‌های آمریکا یه نقشی توی سریالی دارم؟ نه، این تصویر رو نداشتم، گلوگاشو باز گذاشتم، ولی می‌دونستم می‌خوام توی مسیر پا بذارم. و خیلی شاید این براشون بیاد که خب حسشو، اون چیزی که بزرگتره، وقتی که آورد میبری، این اینجا میبری، یا مثلا این جایزه رو میگیری، یا مثلا توی شوی بزرگتری، اون حسش مگه بزرگتر نیست؟ مگه نباید اونو بخوای؟ مگه نباید برای اون تلاش کنی؟ از اون بزرگترم هست. وقتی که عاشق خودت میشی از اون بزرگترم هست. وقتی که عشقی که توی این دنیا نهادینه شده رو با اون وصلی تماما، و اونهایی که میخوان، اون هدفهایی که میخوان، اون حسایی که میخوان از فیلتر این قضیه کوچولویی که تصور میکنی میاد رد میشه. زود ناامید میشید به خاطر که جایی که هستید رو، این سطحی که هستید رو با مقصد دارید مقایسه میکنید، و مسیر به نظر خیلی طولانی میاد و ذهن پاشو وسط میذاره، میگه ببین این جایی تو، اون خیلی فاصله داره، معلومه ناامیدی تمرین میشه. مسیر وقتی که یه کسی میاد امید رو تمرین میکنه، چون امید داشتن یک تمرینه، وقتی یکی میاد امید رو تمرین میکنه، یعنی من نمیدونم میخواد چه اتفاقی بیفته، نمیدونم،
ولی حس اینی که این پله هستم و به پله بعد کوک کردن، همینه دیگه، کوک کردن به شهودم، خودم کوک میکنم میرم پله بعدی چیه. پله بعدی اینی که من یه عمری میخوام مثلا نقاشم، پله بعدی از اینی که یه نقاش خیلی بزرگی که گالری داره تو فلان موزه نقاشیش هست، در موردش صحبت میکنن، گالریش حسای عجیبی در انسان‌ها ایجاد میکنه، این مقصدمونه. اوکی، الان جایی که هستم اینکه تو خونه خودم توی شهر کوچیکی با مام بابایی که اصلا دنیاشون خیلی دنیاشون با من متفاوته نشستم. آره، از جایی که نشستم و جایی که دارم تصور میکنم فاصله خیلی زیاده، ولی آدمی که خالقه، آدمی که متوجه میشه خودش خداوند و خلقه، چون تمرکز ما خلق و خالقه، میگه اوکی من یه پله خودم رو به شهودم کوک میکنم، الان میتونم چی کار کنم، چه جوری که یه پله نزدیکشم. اون پله چیه؟ میتونم تو یوتیوب به یه آدمی که اون مسیر رو رفته و زندگیش کرده، حیاتش کرده، به تجربه اون گوش بدم، نه با حسرت، با شگفتی اینه که این که هست. چون تو اینترنت که الان داریم به من گوش میدی، بریم یه آدم خیلی بهتر گوش بدیم، من که هیچی نیستم. یه پله الان گوش دادم، اوکی متوجه شدم، الان دوست دارم برم در موردش صحبت کنم، بذار برم خودم یه جمعی پیدا کنم تو حتی آنلاین با آدمایی که دورتر از منن در مورد این موضوع ها صحبت کنم یا بشنوم، شاگردی کنم. همینجور ذره پله بعدی، پله بعدی. تو فلان مسابقه شرکت کنید، تو فلان چیز شرکت کنید، نقاشی کوچیکتون رو میتونید برای ما بفرستید. پله بعدی، پله. چون از اینی که من یه دختر 17 ساله هستم بدونی که انگلیسی آنچنانی بدونم، بدونی که اصلا کسی رو بشناسم، بدونی که کشوری که میخوام برم توش رو بدونم، بدون ناشناخته ها رو نگاه میکنم و میگم اوکی، ولی من یه چیزایی رو میدونم، یه چیزایی رو میتونم روش سرمایه گذاری کنم، اعتماد به خودم، قدرتم، باورم به این مسیر، ایمانم بهتر، حتی ایمان خیلی بهتر از باور، ایمانم به این مسیر، فیت. اوکی، میرم با آدم ها صحبت میکنم، میرم کنشون، میرم اشتباه میکنم، میرم شکست میخورم. اوکی، چون من اعتماد دارم که اون من آیندم من از اون شکست بیرون میاره. I trust my future self، از اون شکست من رو بیرون میاره. پله 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 نومید میشیم بخاطر که از جایی که هستیم با اون مقصد خودمون رو مقایسه میکنیم. بعد اون مقصد یک تصویر کوچیکه، دوباره میگم، از فراوانی محشری که، حیرانی محشری که تو این دنیا وجود داره. یه چیز خیلی کوچیکه، شاید خیلی بزرگتر، شاید که من مطمئنم، ولی خال میگم شاید خیلی بزرگتر قرار اتفاق بیفته و تو هی نمیگی، نوچ میگی به این قضیه. در واقع چیزی که الان توی ذهن داشتم و دوست داشتم بیام امروز در موردش صحبت کنم و گفتم در مورد آینه بودن، صیقل دادن، شفاف کردن، خواستم در مورد اون صحبت کنم. و حالا سوال اولی که پرسیده شده بود هم مسیر این چیز موضوعی بود که می‌خواستم در مورد صحبت کنم، چون خیلی ها میگن که با اون پارتنری که میخوایم فرق ایمان و باور چیه؟ این هم آخر لایف میگم. چشم. چه بخواستم بگم خدایم، خیلی هم میگم که اون پارتنری که میخوایم، اون هدفی که میخوایم، اون آرزوهایی که داریم، اون تصویری که داریم اتفاق نمیافته. و خیلی موقع وقتی که دوریم ازش یا اتفاق نمیافته، دلیلش این هست که در نبودنهاش و این کمبود، حس کمبودش خیلی هی داریم بیشتر و بیشتر فرو میریم. اینی که نیست، نمیبینمش، نیست، حسش نمی کنم. و اینه هایی با دوستامون، با آدم های اطرافمون هی در موردش صحبت میکنیم که نبودش رو میبینم. میبینی پارتنرم این کار رو برای من نمی کنه، دوستم این کار رو برای من نمی کنه، سابکارم هر کاری میکنم به حرف من گوش نمیده. هی از نبودش هی حرف میزنیم، از نبودش هی تمرکزمون میشه و اون وسعت پیدا میکنه. و من اینجور مواقع خودم هم خیلی، هممون تو این سایکل گیر میکنیم،
یادم میاد که بیاد میارم که من اون آینه‌ای باید بشم و این وجودم رو جوری باید صیقل بدم که اونی که میخوام توی من از طریق من رفلکت بشه، شفافیتی که اونی میخوام از طریق که من آینش بشم باید از طریق من نشون داده بشه به دنیا. من باید رفلکشن اون تصویره باشم. ولی وقتی که گیر میکنیم که نیست من نمیبینم حسش نمیکنم، وقتی که تو اون هستیم نبودش کمبودش رو هی داریم به این دنیا رفلکت میکنیم، نشون میدیم، مثل یک آینه که تصویر رو داره به ما نشون میده، تصویر نبود رو بر این پروژکتر زندگی میندازیم. همیشه ناراضی، همیشه نبود، کم بود، و تعریف ما از این نبود و کم بود هویتیه که باهاش خودمون رو هی تعریف میکنیم. یه پارتنری میخوایم تو زندگی، یک هدفی توی زندگی داریم، یک آرزویی داریم و یک انرژی داره اون پارتنره، یک حسی رو توی ما میخواد ایجاد کنه. اون هدفه یک انرژی فرکانسی نسبت خودش داره، یه بیوشیمیایی داره که از حسش میدونیم چی میخوایم، از حسشی که اون هدفه برای ما ایجاد میکنه، اون آرزو برای ما، اون پارتنره برای ما، اون رئیس خوب که لیدر خوبه، رهبر خوبه، امید توی آدم ایجاد میکنه. اونا یک فرکانسی نسبت به خودشون دارن، یک حسی رو در خودشون نهادینه کردن و من میدونم اون حس چیه، اینجا میدونم، برای همین دنبالشم و چون دنبالشم میتونم بیشتر ازش طلب کنم. اوکی؟ بعد میشیم اون آینه ای که از همون اون بیشتر و بیشتر به دنیا نشون میدیم. من یه رئیس خوب میخوام و میدونم لیدرشپ خوب، رهبری خوب، یک رئیس خوب، یه سابکار خوب چه انرژی باید داشته باشه، این رو میدونم، برای همین دارم طلبش میکنم. و نیست، این فرد نیست، خودم میشمش، خودم اون آینه بر این دنیا اون رو رفلکت میکنم، تمیز میکنم، وجودم رو صیقل میدم که رفلکت کنه که چه پتانسیل، چه عمق، چه دپت، چه پتانسیل از اون عشق میتونه وجود داشته باشه، از اون آگاهی میتونه وجود داشته باشه، از اون خرد چه عمق ازش میتونه وجود داشته باشه، از اون رهایی تو چه لول هایی میشه زیست کرد، از اون تسلیم بودن، از اون پذیرش تو چه لول هایی میشه ازش حیاتش کرد. خودم میشم، صیقل میدم. و چجوری صیقل میدیم؟ این باورهایی که به ما خدمت نمی کنن، اون افکاری که نشخار، افکاری که دیگه کمکی نمی کنن، اون پارتنر خوبی که میخوایم باید خودمون باشیم، باید یه انرژیه که داریم طلب میکنیم، یه فرکانسه، یه کمستریه، یه بیوشیمیایی داره، یه بیوشیمیایی داره و اونو داریم طلب میکنیم، اونو از اون بیشترش میخوایم. دلیلی که داریم طلبش میکنیم یعنی که سیستممون میدونه چیه، سیستممون کاملا میدونه این چیه، برای همین بیشترش رو میخوایم. با بیشترش میخوایم چیکار کنیم؟ با بیشترش میخوایم بیشتر خدمت کنیم، نه که برای خودمون نگه داریم، نه که فقط مال خودمه، میخوایم از ما رد شه که ما اونو به عنوان یک وسیله استفاده کنیم برای وسعت دادن این عشقی که هستیم، وسعت دادن این مهری که هستیم، بخششی که توی دلمون میخوایم بیشتر و بیشتر وسعتش بدیم. این آدمی که میاد میگه آیا رهایی توی مسیر کمک میکنه؟ هم قسمتی ازشه، رفلکشن اون تصویری باید باشیم که در واقع میخوایم آرزوهای ما، هدفهای ما. شقایق جون دوباره گوش بده، هر چیزی که نمیفهمی دوباره ماندگار باش دوش. من به هر کسی که گوش میدم توی حالا مثلا پادکست یوتیوب 100 بار پلیش میکنم که این داره از یه فرکانسی صحبت میکنه، داره فارسی صحبت میکنه دیگه، من تو که فارسی صحبت میکنیم بس باید کلام هم دیگه رو بفهمی، دارم از یه انرژی فرکانسی صحبت میکنم که هنوز سیستمت باهاش آنچنان آشنا نیست، ولی اگر ادامه ماندگار توش باشی حتما آشنا میشه. ببین بچه، مثلا ما یه طیف رنگی میبینیم،
یه طیف رنگی خاص چشمای ما میبینه، سیستم ما یه طیف رنگی رو میبینه. بعد که توی مدیتیشن های بسیار عمیق که میشینی، ازش که میای بیرون یه سری رنگا رو دیدی که اصلا نمیتونی توضیحش بدی، اصلا نمیتونی توضیح بدی که این رنگا هم هست. خیلی ها میرن با مواد اینو به دست میارن، میرن اسید میزنن، میگن یه رنگایی دیدیم که اصلا داداش نه نمیشه توضیحش داد. که من کاری به اون قضیه ندارم که با آدم ها میخوام برن چیکار کنن. دلیل بر این نیست که نیست. داره در مورد یه فرکانس، یه بیوشیمیایی، یه کمستری صحبت میکنی وقتی توی اون مدیتیشن میشینی که توی انرژی های دیگه هست، تو فرکانس های دیگه هست که باید انقدر موندگار باشی که بتونی ببینیشون. این کلام من بر تو درگاهش باز شده، ماندگاریه که فرکانسش هم توی تو حیاتش زیستش بیشتر و بیشتر میشه. این آینه‌ای که دارم ازش صحبت میکنم، ماندگاری اینه که من میدونم چقدر مستحق چه نوع عشقی هستم، چه نوع پارتنری، چجوری برای من زبان عشقی من رو بفهمه و من زبان عشقی اونو بفهمم، چقدر ساده به همدیگه بگیم همدیگه رو دوست داریم. من میدونم چه پارتنری میخوام، باید اون پارتنر رو بشم، نه که یه روز باشم یه روز نباشم، یه هفته اون کارو بکنم دوباره دو روز یادم بره. بیوشیمیایی داره، یه کمستری داره، یه فرکانسی داره، یه انرژی داره. اون آینه بودن یک سطح، یک لول از جایگاهه و اون جایگاه ماندگاریشه که به دنیا رفلکت میکنی که این هم هست در این عمق، به این دپث، به این وسعت، به این بزرگی. یه نمونه دیگهش سمیرا داره میگه برای اون مادر پدری باشیم که مادر پدرمون برامون نبودن، چون هممون اون رو لک میکنیم، کمبود اون رو داریم، که اون عشقی که باید تو زمانی که اون عشق نیست، اون پارتنر نیست، اون آرزوام دوره، ناامیدم، پله‌هاش زیاده، تو نیستش و اون نیستی هی زیاد و زیادتر میشه، چون دنیا دنیای تضاده. همون قدی که نور میتونه عمق بگیره، تاریکی میتونه عمق بگیره. همون موقع که همون قد که سنگینی میتونه عمق بگیره، سبکی هم میتونه عمق بگیره. دوتاش بر یه پولم پشه، بازی کش و مکش این دوتاست. من انتخاب میکنم از کدوم سمت، سمت سبکیش، سمت آسودگیش، سمت اون آینه بودن، صیقل دادن، تمیز کردن وجودم از باورهایی که دیگه به من خدمت نمی کنن. فرق باور و ایمان، میگی وقتی یک چیزی با اصل ما، با منبع ما، با آنچه که ازش زاده شدیم، هر کی چیزش میذاره فرقی هم، کلمات خیلی محدودن، از طبیعتی که زاده شدیم، هرچی آیست هستی، این جاری بودن، این قلبی که میتپه تو رو. اوکی، از این وقتی یک چیزی دقیقا هم راستا یک پارچه و زبان شهودمونه، وقتی که از اون میاد در knowing، در میدانم تو نهادی نمیشه. میدونی اینجا، میدونی عشق وقتی که عاشقی، میدونی حسش چیه. بعد میگم توضیحش بده، شاید بشه، شاید که بشه توضیحش داد، ولی تو اینجاه. باور، یه کسی میاد یه باورایی به تو میده، باور داری که مذهب یه باوره به تو داده میشه، یادش میگیری، توضیحش هم میشه کامل داد. باور یعنی یه موقعی باور نداشتی، یعنی یک موقعی قسمتی از شرط شدگی تو نبوده، باور قسمتی از شرط شدگیه و میتونه باورهای ما کاملا میتونه تغییر کنه.
یه دوره باور داشتیم که یه مرد تو زندگیش یه زن با تو زندگیش یه شکلی باشه، رفتیم دنیا رو دیدیم میگیم نه، باور من تغییر کرده، آدم باید این شکلی باشه، باید آزاد باشه، اینجوری باشه. باور آدم تغییر میکنه. ولی از یه مادر میپرسن خب بچه تو اتاق ساکت شده بود، خرابکاری میکرد مثلا، خیلی ساده بس فهمی شهودشه، اون شهود است. از کجا میدونستی که این کار داره؟ نمیتونی توضیح بده، چون وصله به اون مادر بودن، به اون منبع. تمام این دنیا از اون نگاه، اون ایمان، این که بچه رو چی رشد بده، بچه رو چی کار داره میکنه، به اون وصله، به اون وصل بودنه. تو ایمان خودت رو نمیتونی توضیح بدی. چجوری ایمان داشتی که 17 سالگی بلند شی بری یه سری کارا رو بکنی بهش میرسی؟ من چی میتونم این ایمان رو توضیح بدم؟ چی میتونم اینو توضیح بدم؟ مال منه. اعتقاد یه چیز دست جمعیه، همه با هم معتقدیم، همه با هم به این دین معتقدیم، همه با هم به این فرهنگ معتقدیم، اعتقاد داریم فرهنگمون اینجوریه. میدونیم به فرهنگمون ایمان داشته باشیم، چون فرهنگ تغییر میکنه. ایمان مال توه، مال توه، اون جز نوینگه. میدانم وقتی که میفهمی معصومیت یعنی چی، دوباره درگاه قلبت رو به معصومیت باز میکنی، به اینی که پتانسیل عشقی که توی دنیا وجود داره، با اون لیاقت هایی که وجود داره، کیفیت هایی که وجود داره باز میکنی. و میخوای توضیح بدی، توضیح دادن خیلی نیست، چون یه ایمانی بهش داری. فرقش اینه، باور بهش میرسی، ازش هم میفته بیرون، چون جز شرط شدگی مانه، شرط شدگی. ولی اون چیزی که مال قلبته، جز نوینگ توه، با اون منبع، با اون خدا، با پروردگار، با دو، با چی، با طبیعت، با خوش، با جاری بودن، با اون یکیه، یگانه است. توضیح دادنی هم نیست، چون کلام محدوده. اون میشه تو. حالا چی خودمون رو به اون ایمانه، به اون اینی که نوینگ منه، I know. برای همین تو مدیتیشن میگیم I am، I know. این دوتا رو میگیم، میگیم من هستم هر آنچه که هست. میگه هستم چی؟ ذهن میاد میگه هستم چی؟ چه باورهایی، چه شرط شدگی هایی یا هستی. ولی اون نوینگه I know، I know that I am، میدانم که هستم هر آنچه که هست، هر آنچه که هست، با تمام سبکی و سنگینیاش، با تمام خوبی و بدیاش، با تمام زشتی و زیباییاش، که اینا دوباره مال شرط شدگی هست، مال اونه، مال ذهنه هست. ذهن میاد میگه I am چی؟ I am چی؟ چی توضیحش بده؟ بازش کن. اون نوینگه، اون منبعه میگه I am all of it، همش، هر آنچه که هست. وقتی که تو این هستی، مسیر توش پذیرش راحته، تسلیم راحته، رها کردن راحته، بخشش راحته، همش راحته، تو فلوه، تو جاریه، آسوده است، آسودگی داره. تو چالشاش هم گیر میکنی، ولی ایمانه تو که از این چالش میای بیرون خیلی قدرتمند تره، اون قدرتمند تره. فرقش اینه، فرق اینه که به باور رسیدی، هرچی که باور داری یکی به دیاد داده، ازش هم میتونی بیفتی بیرون. با یه مهاجرت، با یه مسافرت، با یه ازدواج، با یه بچه دار شدن، خیلی باورهای آدم، وای من یامونه فکر میکردم، باور میکردم اینجوری بوده، الان اینجوری فکر میکنم. وقتی که یاد میگیریم که با مدیتیشن، با نشستن، با سکوت کردن، سکون رو برقرار کردن، پرسیدن چه حسیه؟ من امروز چه حسی رو میخوام تجربه کنم؟ چه حسی رو دارم؟ از چه حسی بیشتر میخوام طلب کنم؟ نیتم چیه؟ شفاف میکنم، صیقل میدم. چی رو میخوام رها کنم؟ از چه ابزاری میخوام استفاده کنم برای رها کردن؟ نوشتن. از چه ابزاری میخوام استفاده کنم برای رها کردن؟ صحبت با یه مشاور، صحبت با یه دوست. از چه ابزاری میخوام استفاده کنم؟ یه ریتریت برم، روزی سکوت بگیرم، خورشید نگری کنم، میتیشن کوانتوم کنم، میتیشن کودک درون کنم،
یه نامه به مادر پدرم بفرستم، بنویسم، نه اینکه میخوام بهشون بدمش. چه ابزاری؟ شفاف میدم، شفاف سازی میکنم، صیقل میدم وجودم و اون ایمانم و اون چیزی که اصلا به اون یک پارچه بودن وصله رو با اون ارتباطم رو قوی تر میکنم. اون موقع میشیم رفلکشن، آینه بر این دنیا که چه چیزی، چه انرژی هایی، چه فرکانسی، چه بیوشیمیایی، چه بودنی، با چه عمقی میتونه که وجود داشته باشه و من نمونشم. من نمونشم. تو میخوای تو جهنمت بمونی؟ بمون. من تو عشقم ثابت میمونم. تو پارتنری هستی که هزار روش سامورایی باهات صحبت کردم و نمیفهمی و تو انرژی نیستی؟ من تو انرژی خودم نگه داشته میشم. اینقدر میمونم، یا من ملاقات میکنی یا از تجربه هم میافتیم. از تجربه هم میافتیم و من جلو جلو در پذیرش این هستم که از تجربه هم بیافتیم. من جلو جلو در پذیرش این هستم که دیگه تو تجربه هم دیگه نباشیم، حتی اگر نزدیکترین آدم ها به هم باشیم، الان خانواده باشیم، هر چیزی. دهنوش عزیز، خودت بی نهایت عزیزی. هر چیزی که توی من میبینی جلو جلو خودت داری. عمق به عمقی که من رو میبینی، به همون عمق، به همون عمق عشق، به همون عمق مهر خودت هستی. برای مدیتیشن های من لینکش تو بایوی پیج من هست، نمیشه مدیتیشن در ایران، مدیتیشن در خارج از ایران. اینو از خودتون دریغ نکنید. اگر به حرفای من یا تو این صفحه پیشنهاد پذیر هستین نسبت بهش، من مدیتیشن هایی دارم که مسیر رو بهتون نشون میده. مدیتیشن کودک درون دارم که دوره پکیج کامله. مدیتیشن نفس آنوشا رو دارم که کوانتوم توی اونه، میتیشن کوانتا و میتیشن چاکرا ها همچنین توش هست. ما پول به خیلی چیزا میدیم. انرژی حیاتی ما میشه ارزشمندی ما و ارزشمندی ما میشه پول و اون پول رو، اون ارزشمندی رو به خیلی چیزا میدیم. خیلی میتونیم پرسایس تر و دقیق تر نگاه کنیم ببینیم ارزشمندیمون رو توی چه چیزهایی داریم خرج میکنیم. و اگر لایق این خودتون رو میدونید حتما مدیتیشن کنید. امیدوارم که بتونین لایف ها رو دستی بشین برای بقیه و برای بقیه بفرستید و برای خودتون هیچی نگه ندارید. استوریش کنید پیج و این لایف ها رو و بخواید بقیه هم ببینن. هیچی تنهایی خوب نیست، خوش نمیگذره. شب و روزتون خوش.